یوتیوبی آلبالو، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یه دوست جدیدی هستم در خدمتتون. آرمان اینجا هستش. آرمان امروز در رابطه با جنسیت ماها از لحاظ چطور بگم ماه تولدمون صحبت خواهد کرد. من داشتم کاور رو عوض میکردم. در مورد این صحبت میکنیم که با متولد چه ماهی ازدواج بکنیم و این برای من جالب بود زمانی که گوش میکردم توی و به حرفاش آرمان در مورد این صحبت کرد. حالا یه سلام احوال پرسی بکنه باهاتون، بعد سعید خانمم سلام احوال پرسی بکنه با همون، بعدش بریم از آتش. آرمان جان بفرمایید. سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالم رضا جان، ممنونم از این که منو دعوت کردی. من راستش بخوای خیلی مفتخرم که اینجا هستم. دوستانی که خواهند ببریم. عالی. سعیده سلام به همه دوستان. من بعد چند دفعه چند وقت دارم میام، امیدوارم که خوب باشید و همگی عالی. من میخوام میشه مثلا رو چند همونطور که داشتیم به من میگفتیم، مثلا میگیم آب تیپ شخصیتش مثلا اینه که آرومه فلانه فلان، 5 تا از خصیصه‌هاش رو بگیم، بعد مثلا بعدی هم بگیم، بعد آخر سر اینا رو با هم مچ کن. اوکی، پس مثلا ما اگه بخوایم خصیصه‌هاشون رو بگیم، من اینا رو بهتون میگم به صورت خیلی کامل. مثلا نماد آب، چون که من یکی از ماهاشو انتخاب میکنم که نماد آب هستش و میگم که مثلا مال اون ماه بیشتر چیه، چون همین 3 تا نماد مختلف آب هم با هم دیگه خصوصیت طرفداریشون فرق میکنه. 3 تا آب مختلف هستن. آره. پس بهتون بگم که چجوری با ماهای دیگه، مثلا توی ماهای آب شما حساسیت احساسی دارید، یعنی آدم احساسی هستید. شما بینش دارید، بینش خیلی زیادی دارید وقتی که نماد آب هستید. شما حس همدردی بسیار بالایی دارید و حس تطابق پذیری خوبی دارید. وقتی که با یک نماد آب دیگه هستید، همه اینا رو مثلا شما دارید میبینید. خب با آتیش با اگر با آتیش بگیم به چه دلیله؟ آب بیشتر با نماد خاک میگیره، یعنی باید با ماهای خاک باشن، چون این دو عنصر تو طبیعت به هم نزدیکترن. یعنی آب و آتش بیشتر با هم میگه. مثلا آب و زمین اگه با هم باشن کدومش بیشتر حال میکنه؟ ببینید، اگر آب و زمین که خاک هستش با هم دیگه باشن، خاک بیشتر این لذت رو میبره از نظر عشقی. اگر صرفا راجع به ازدواج صحبت بکنیم، مثلا راجع به دوستی، آب اونجا یه ذره انگار که شاید کم خواسته، کم تر خواسته. آره، اگر این جوابیه که دنبالش هستیم. بله. آره. و تو چیز چی؟ بین آب و آتیشی رابطه چطوریه؟ ببینید، رابطه بین آب و آتیش به این شکله که خیلی اون رابطه قوی که ما ازش انتظار داریم و اینا نمیتونه باشه، چون که نمادهای آتیش و آب توی سطحی هستن که آتیش کاملا از بین میره با آب. به خاطر همین یه جورایی چجوری بگم، اون شعلش خاموش میشه با آب، اون شعله کنجکاوی و آتشی که داره و اون هیجان و حس کنجکاوی که داره. به خاطر همین بهتر استش که آتیش مثلا با باد باشه، ماهای آتیش با ماهای باد. چون که ماهای آتیش و باد چطوری هستن و این نمادها با نمادهای هوا خیلی خوشحال خواهم بود. چرا؟ چون که آتیش از هوا انرژی میگیره که زنده بمونه، چون که نماد آتیش با هواست که زنده است. اگر بخوایم اینجا آیا هوا سود میکنه یا نه؟ مثلا هوا... بالاترین جایی که یک متولد هوا سود میکنه کجا هستش؟ بالاترین جایی که متولد هوا سود میکنه، خودم هم، من متولد هوا هم، بخاطر همین پرسیدم. درسته. مثلا شما با هر کسی که مثلا فرض کنید شما به صورت شخصی با هر کسی که بخواید مثلا ازدواج بکنید یا توی رابطه باشید یا به هر شکلی، ماه شما بهترین حالت تطابق پذیریش با ماه بارد. ببخش، تو در مورد رضای خرداد ماهیه
با داری صحبت میکنی. کسی که خردادی هست از لحاظ ماهی خردادیه، کسی که خردادی هستش، کسی که خردادی هستش. اون انسان که خردادی هستش که نماد باده، بهترین حالتش اینه که با نماد باد دیگه ای باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شبیه هم هستن. من بهتون میگم که باد چه خصوصیتی داره، چون آتیش رو گفتیم، زمین رو آب رو گفتیم، زمین و باد مونده. من باد رو بهت میگم. توی بادها هم یکی مهر ماهیه، یکی بهمن ماهیه، یکی هم خرداد ماهیه. بهمنیه بله دقیقاً، آکواریوس دیگه، بهمنی آکواریوسه، آکواریوس هستش. آره. و اون یکی هم که در واقع لیبرا هستش، که لیبرا در واقع همون شهری و مهر میشه. اوکی، لئو یا لیبرا؟ در واقع ببینید، نه لیبرا، لئو نماد آتیشه، لیبرا در واقع نماد باده که میشه مهر. حالا ما کاری به اسم انگلیسیش نداریم. حالا این باده بهتر هستش با بادها باشه میگی تو؟ آره، بهترین حالتش اون هست. به چه دلیلی؟ به این دلیل، من این رو میخوام دقیقا بهتون بگم. من میخوام به شما بگم که دقیقا تریت های این ماه ها چقدر چی هستش. چیزی که خودم بهش رسیدم اینو نوشته های خودم هستش که برای خودم نگه داشتم راستش. مثلا نماد باد، نماد کلن آزادی هستش و میگن که نمادهای باد بسیار بسیار آدم های دانشمندی هستن از نظر فکری و خیلی خیلی قدرت خلاقیت بالایی دارن، تفکر خیلی آزادی دارن، خیلی مثل هوا آزاد هستن. و نمادهای آتیش، چرا نماد اون نماد رو دوست دارن و بهتره که با اونا باشن که لذت ببرن از رابطهشون؟ به خاطر زنده بودن آتیش که دنبال آزاد بودنه. تو داشتی هوا رو با هوا میگفتی الان. اگر هوا رو با هوا بگیم که دوتاشون دقیقا مثل هم در یک سطح هستن و آزاد و رهان و با هم خیلی رشد میکنن این دو نماد، چون خیلی به همدیگه نزدیک هستن، رها هستن و در بعد بزرگتر با همدیگه خیلی رشد بالایی خواهند داشت. یعنی حتی مثلا رشد معنوی یا مثلا این آیا توی رابطه جنسی هم حتی تأثیر داره؟ این مثلا با هوا باشه و رابطه جنسی داشته باشه اگر خودش هوا هست، یا با آتیش باشه و رابطه جنسی داشته باشه اگر خودش هوا هست؟ یعنی اگه خودش هوا هست توی مسئله رابطه جنسی، با هر دو تای اونها میتونه لذت ببره. ولی مسئله این هستش که شما چه بعدهایی از یک رابطه رو مثلا کدومش ساکریفایز میشه، تو کدومش فداکاری داره میکنه، شاید کمتر لذت میبره. مثلا توی اگر اونجوری جواب بدیم، باد کمتر لذت میبره تا مقداری که آتیش از باد لذت میبره. آها. یعنی ولی باد و باد اگر با هم دیگه بیفتن، بیشترین لذت رو از هم دیگه میبرن و هیچ کسی فداکاری نمیکنه این وسط. میدونید این تفاوت، این که مثلا آتیش با باد باشه، این که یک باد با باد باشه. واسه همین نماد هر ماهی بهتره که با خود نمادهای شبیه خودش باشه، باد باشه. اصلیتی داره. واه، ببینید نمادهای آب، من تیپ‌های اصلی شخصیتیشون رو بهتون میگم. چرا گفتین سه تا بخشه؟ نه ببینید، اون که اصلا عناصر رو ما داریم میگیم جدا هستش و که دو تکرار میشه ما. آره، ولی بحث اصلی اینه که مثلا نمادهای آب که سه تا ماه آب داریم، این نمادها بهتون گفتم دیگه، حساسیت مثلا بالایی دارن، بینش بالایی دارن، تطبیق پذیری دارن و عمق احساسشون خیلی بالاست. مثل ماهی، مثل آبان که آب هستش. و به همین خاطر با زمین خیلی بهتر اینا مثلا مچ میشن، یعنی با همدیگه یکی میشن. ولی بالاترین حالت خودشون این هستش که اون ماه که در واقع آب هست با آب باشه، چون بهتر همه درک میکنن. یعنی خاک، زمین منظورتون خاکه، با خاک، با افرادی که توی تیپ گروهی خاک هستن خیلی عملگراتر هستن، زمین ثبات بیشتری داره و اونا بیشتر میخونن. خاک چه ویژگی هایی داره؟ بگم اینو بهت بگم، من تو زندگیم یک بار باد بوده و
افلاطونی عشق داشتیم، واقعا اونطوریه. اصلا نمیتونی چنین چیز رو دوباره تجربه بکنی. رک بگم بسیار بالاست، باد با باد بسیار بالاست. و من همین الان هم درگیر سه تا بادم، جدی میگم به جان خودم. زندگی دوستاتون یا کسایی که میشناسیدشون، یکی مهره، یکی یکی هم آکواریوس بهمنه. بله دیگه، همه نمادهای باد و بسیار بالاها. یعنی مثلا زمانی که با هم وقت میگذرونیم اون زمان به حدی سری میگذره و تو صحبت میکنی، کم نمیاری، حرف میزنی، هر کاری میکنی اون حال میده بهت انصافا. من به خاطر همین چیز رو پرسیدم، رابطه جنسی رو پرسیدم. یعنی طولانی ترین رابطه جنسیه به قولی موفقه که میتونه اتفاق بیفته بین آره، چون که اون قضیه رابطه جنسی مثلا شما چون که خودت باد هستی این نظر رو داری دیگه، درسته؟ چون که باد هستی و با بادها اون تطابق رو داری. چیزایی که گفتی خیلی جالبه. مثلا دیشب تو به من در مورد بادها گفتی که بسیار سخت آدمای سختی هم برن توی رابطه، نمیرن توی رابطه چون که به شدت رها هستن و سعی میکنن که خودشون باشن. یعنی بادیا که سه گروه هم دیگه، مهر ماهیه، بهمن ماهیه، خرداد ماهیه هستن. مهر ماه در واقع نه، بله، مهر ماهی، بهمن ماهی و خردادی، دقیقاً اون سه تا ماه خارجیش که میشه چی؟ میشه اکواریوس، میشه جمنای و میشه لیبرا. آفرین. این سه تا گفتی که توی رابطه رفتن با اینا سخته، کلن بله، آدم رابطه نیستن، یعنی آدم رابطه نمیگردن به دلایل شخصی خودشون، بسیار رها هستن. ولی جالبه بعدش گفتی که اما اگر برن توی رابطه، خب چی میشه؟ میخواییم دنبال اون جواب بگردیم. ببین آره. اگر برن توی رابطه به شدت تطابق بالایی خواهند داشت. به شدت کم اون ماه خرداد هستش، یعنی حتی گفتید بهمن هستش، بهترین رابطه ها رو میتونن ببرن جلو. بله، به چه دلیل؟ به خاطر اینکه نمادهای باد از هم دیگه میتونن از هم دیگه خیلی استفاده خوبی بکنن برای پیشرفت پیشرفت شخص خودشون تو رابطه عشقی جنسی. کاملا موافقم. ولی من همیشه فکر میکردم دوتا مشابه، دوتا اخلاق مشابه خیلی حوصله سربر و خسته کننده و بعد یه جاهای شبیه هم بودنه هی میخوان بزنن تو سر کله هم، و یعنی اون هم دعوای خیلی زیاد توشون اتفاق میفته، هم یه جاهایی میدونین، یعنی اون هیجانه انگاری اتفاق نمیفته. نمیدونم شاید من تیپ شخصیتی خودم و مثلا یکی مثل خودم کنار من باشه، چون من مثلا به شدت آدم سری هیجانی، به شدت سری واکنشگرا، بعد یکی مثل خودم بیاد یا همش باید باش تو دعوا باشم یا خیلی آروم و ریلکس. ما به شما چی گفتیم؟ شما گفتید که در واقع شما نماد آب هستید، درسته؟ ما از اول داشتیم میگفتیم که نماد مثلا نمادی مثل نماد آب کاملا نمادی هستش که خیلی احساسی هستش، خیلی نماد حس سنسیتیویتی، احساسی بالایی داره، خیلی نسبت به مسائل حساسه. شما که مثلا میگید این احساسات رو تجربه کردی به خاطر حساس بودنتونه، به خاطر اینکه ماه آب هستید و ماه آب در واقع با ماه آب دیگه این چیزای سطحی رو در واقع شاید ببینن، ولی اگر با هم به بلوغ خیلی خوبی برسن نسبت به خودشون، اون موقع تو سطح بالا آب با آب به نقطه های خیلی خوبی میرسن توی روابط. پس بازم برمیگرده به همون که مثلا آخرش، درسته یک بخشش شاید اون عنصرها داره جواب میده، ولی یه بخشش هم همون شناخته آدما از همه که بتونن به قول شما اون بلوغ است که بتونن به نتیجه برسن. خیلی خیلی مسئله بلوغ نسبت توی این قضیه مهم هستش. آره. خب بچه‌ها اگه سوالی دارن بپرسن. آره، میگه خاک بگید، میگه که میشه لطفاً از دی خاک بگید؟ دی بله. خاک، ببینید دی خاک دو تا مسئله هستش. شما یکیشو داری، عنصر رو نگاه میکنی که خاک هستی و یک چیزای مشترک با خاکای دیگه داری و یک قسمتیش فقط برای دی هستش. آره،
من رو بهتون بگم که شما در واقع اسفندش هم میشه لطفا اسفند آب رو بگیم حتما ببینید من این رو بهتون بگم که نمادهای اصلی مثلا دیماه که پرسیدیم چی بود بسیار بسیار جاه طلب هستن و همه کلماتی که بچه استفاده میکنیم کلمات مثبته نه جاه طلب منفی لزومن آدم هایی که دنبال چیزایی که میخوان میرن بله هیجان دارن آره هیجان دارن برای به دست آوردن ماه خاک و نظم دارن چون نماد خاک هستن به خاطر خاک بودنشونه که نظم و ثبات دارن مثل خاک آروم هستن و میتونن کاملا عملگرا باشن و کاملا مقاوم این خاک یعنی کاملا همه اینا به عنصرشون برمیگرده اینا نمادهای ماه مثلا دی هستش که خاکه و بهترین حالت بهترین تطابق پذیری با ماهای خاک دیگه است مثل شهریور یا مثل اردیبهشت که دوتاشون هم خاک هستن و همه عملگرایی دارن به شدت این ماها ماهایی هستن که همدیگر رو میفهمن توی روابط تو طولانی مدت برای روابط پایدار تابه هن اینم بگو مهر ماه مهر با چه ماهی خوبه گفتم من نگی نگی من گفتم شما الکی میگم ببینید ماه مهر در واقع که میشه ماه باده دیگه ما اون رو صحبت کردیم ولی بهترین حالتش اینه که با ماه خرداد باشه یا بهمن باشه بعد مثلا الانه من حالا یه چیز جالب منو میگه احساس و خودشم میگه البته خودشم آره باده دیگه من خودم هم ماه یه چیز جالب نمیدونم چقدر اینو تجربه کردن ولی من مثلا تو به غیر از روابط احساس دیگه تو روابط دوستانم یا تو روابطی که با آدما میتونم راحت مچ بشمم با اسفند ماهی ها و تیر ماهی ها به شدت راحت یعنی اصلا اگه همه دوستای منو دور برم ببینی یا میگن اسم بدون اینکه بدونم روز اول که نمیدونم میگم متولد هستی آرمین میگه به آذر واقعا بی توجهی شد بچه ها ما خیلی 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 مخلص آذری ها هستیم چون که چرا؟ آذری ها خاکن با ما خوبی نه من خود شخص من چون که مثلا به طور مثلا تجربه شخصیمو میگم من چون که خودم باد هستم و بهمن هستم با آذری ها خیلی خوب میتونم مچ بشم چرا؟ چون که یعنی میتونیم با هم توی رابطه باشم به طور مثلا فرد آذری رو میگم هر کسی هر آذری چرا؟ چون که من باد هستم و اون آتیش هست اون روحیه ماجراجویی خیلی بالا و راستگویی و رک بودن رو داره ولی روحیه ماجراجویی بالا هم داره با خاطر همین خیلی از باد خوشش میاد ولی اگر با یک آتیش دیگه هم باشه لذت میبره حالا مثلا اگه آذری با یک فروردینی که هر دوتاشون در واقع آتیش هستن کاملا لذت میبرن آها حالا مثلا اگه یه خاک شما میگی مثلا آب با خاک خوبه آب با آب خوبه مثلا آیا آب با چی بود؟ آتیش یا با باد بده؟ یعنی فاجعه است؟ نه لزومن نه لزومن چون که ببینید هر آخه یک مسئله ای هست مثلا ما میگیم که ما مثلا شما میگیم مثلا زمین که نماد خاک هستش خب مثلا نماد خاک اون ماهایی که نماد خاکن هر کدوم از ماها هم خودش تفاوت متفاوت خودش رو داره مثلا اسفند چیه؟ ببینید اسفند مثلا اسفند رو نگاه میکنید آره اسفند رو میتونم بهتون بگم اسفندی ها خیلی ماهن از همه لحاظ عالی خوشگل مهربون هر کی اسفندی دستش بالا دیگه هرچی به آخر اسفند برسین که خوشگل تر مهربون تر اسفند تویی؟ من نمیدونم نه اسفند تویی واقعا جالب ببینید ماه کلن این ماه یعنی ماه از ماه خوشم میاد آره. ماه اسفند در واقع خیلی حس بسیار بسیار ترحم بالایی دارن نسبت به انسان ها به کسی که آره تو رابطه هم حتی باهاش میرن میگه که خیلی خیلی حس همدردی بالایی دارن یعنی واقعا درد اون کس رو حس میکنن میگه که در واقع خیلی از نظرهای مختلفی قدرت تجسم بالا و خلاقیت خوبم دارن خیلی تجربه پذیرن
حساس هستن و تا حدی هم به مسائل روحانی و عرفانی علاقه من هستن. زندگیشون. ببین مثلا امیلی اینو که میگه من کاملا با این موافقم، میگه که آبانیا مثلا آبانیا به شدت انتقامجو هستن، مثل عقرب یه روزی زهرشون رو راست میگه من دیدم، من از آبانیا چشیدم. خب نمیگم از مهریم، از مهریم کشیدم، ولی مهریه بچه بود به خاطر اینکه کشیدم، چون باد بچه بود، باد بچه احتمالاً فعلا باید بچرخه تا برسه به یه جایی. خب یه مسئله یه هست رضا جان، البته من اینجا حرفت رو قطع نمی کنم، ولی یک مسئله که اینجا هست این هستش که ما الان میخواییم روی کدوم بیشتر مثلا تمرکز بکنیم. ما میخواییم تمرکز بکنیم ماهی که شبیه ما هست رو پیدا بکنیم و ماهی که میدونید، چون که این یه چیز کاملا نسبی هستش که شما چه حسی داری مثلا به این مسئله. اینی که مثلا تو دنبال این هستی که مثلا این ماه انتقام جو هست، چرا اون راجع به اون فکر میکنی؟ راجع به قسمت‌های خوب اون ماه فکر کن. اگر که نمادت با اون نزدیکه موافقم، نه بحثی روی این نیست، ولی شما وقتی که مثلا شخصی که با باد میره توی رابطه، با شخصی مثل من میره توی رابطه، باید بدونه که مثلا واقعا کلش تو هواست. آره کلش تو هواست، دقیقا کلش تو هواست. یعنی اون شب از نظر شما آزاردهنده مثلا. یهو مثلا اینجاست، یهو نیست، رفت. یعنی مثلا رفت نمیدونم آره. برای خودش کمپینگ، یهو رفت یعنی باشی بری باش اوکیه ها، نمیگه نه ها، اوکیه، یعنی دنبال اون، ولی در جاهای مختلف میتونه باشه، کلش بالاست یا خیلی چیزا هست. این مسئله خیلی جالبه، چون که ببین اگر شو مثلا همین نماد خرداد که نماد باد هستش با نمادهای باد دیگه باشه، نمادهای باد دیگه درک میکنن که نماد باد اینطوریه، سرش تو هواست، توجهش به چیزای جزئی و روزمره همون 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 آره. همون من یه سوالی دارم آخه دارم. مگه شماها اگه با یکی ارتباط بگیرین روز اول میایین میپرسین ماه چیه؟ ببین یه چیزی بگم، یه چیزی بگم، نگید. توی کانادا من دیدم میپرسن، اکثرا میپرسن. و یه چیزی بگم، این توی ترکیه یکی از مهمترین استارت هاست برای رابطه. همین مسابقه هستش، من حین کار میبینم دختر پسری که وارد اتاق میشه اولین جاها، یعنی ببین نشستن، سن چیه، تحصیلات چیه، سومین سوال میدونی چیه؟ هانگی برچسون، کدوم برج هستی؟ برج فلکی دیگه، کدوم برج فلکی هستی؟ بسیار مهمه، بسیار مهمه. یه چیزی بگم سعیده، دارم حرف میزنم واقعا، رو سمیکالون نیستیم که دارم حرف میزنم. قربونت برم، شوخی میکنم، چیزی نکن. نه شوخی میکنیم همه. آره. بعد ببین مثلا توی این قضیه چرا این کارو میکنن، من اینجاشو دوست دارم. به دختره روز اول گفتش که چی هستی، دختره برگشت گفتش که عقرب برجم، یعنی برج ماه عقربم، همون چیزی که همونی که امیلی گفتش. الان توی رابطه ان دختر گاهی وقتا نیش میزنه، اوکیه، به خدا برمیگرده میگه ماه عقربیه دیگه، یعنی با اون شناخت رفته جلو، با اون شناخت هم اوکیه، میگه ماه عقربیه دیگه، یعنی میدونه جزء از شخصیتشه. من نمیگم آره آرمان فکر کنم چیز داره، من نمیگم آره. من نمیگم بحث بدیشه ها، بحث بدیش نیست، با بحث بدیش کار ندارم، اما اون رو وقتی که بهش فکر میکنی میتونی نتیجه بگیری که یک سری چیزای بدی هم وجود داره که تو میتونی با اون یا از اول دیل بکنی یا دیل بله نکنی، تصمیم بگیرید خودتون. مثلا ماه رو میگم، من یک مثال براتون میزنم، این دقیقا در ادامه مثال رضا جان هستش. مثلا ماه آذر ماه به شدت رک و راستگویی هستش، رک یعنی اون چیزی که
میبینه و درک میکنه رو میگه، به زبون میاره، چیزی رو قایم نمیکنه. معمولا خیلی رک هستن، ولی خب دو بعد داره. یک نفر این رک بودن رو خیلی زیبا میبینه، کسی که مثلا با ماهش یکی هستش، نمادش، این رو خیلی زیبا میبینه، میگه خیلی رک هستش و این چیز خوبیه. و یک نفر دیگه این رو شاید مثلا بعد ببینه بگه چقدر رک داره صحبت میکنه. چیه؟ سی نوامبر چیه؟ اینو بگو ببینم قبلیه چی بود با من. حالا من تا میان در بیاری ادامه بدم. میشه آتش، اون ماه میشه ساگیتاریوس توی ماه خودم میشه. آره دیگه، آذر میشه. همین که دقیقاً به خاطر همین بود که آذر که رفت هیچ مهم نبود هیچی برام، ولی اون خیلی با من اوکی بود، یعنی من خیلی حال میکرد. آتیش. خب حالا من ادامه بدم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه آتیش که آذر هستش به شدت به باد علاقه داره، چون آتیش خیلی به باد علاقه داره و نماد توی نماد بادها هم خرداد جز بهترین باد هستش. صحبت کن. من از این انقدر ضرر کردم شهناز، از اینی که تو صفحه هستش. آره من اول میپرسم میدونی چرا؟ چون یکی از مشکلاتی که برای خردادی ها، که من خردادی هستم، من 10 خردادم، میگن میشه 31 می، یک چیزی که میگن، اولین چیزی که میپرسم، میگم خردادی هم، اولین چیزی که میگن این هستش که اکثرا شما 2 پارتنر دوست دارین داشته باشین، تنوع طلبین. این همون سر به هوایی هستش، یعنی البته اگه برن توی رابطه به هیچ عنوان به هیچ جا نگاه نمی کنن. اینم بگم، شوخی نمی کنم این رو، یعنی درست هی نباید که از خودتون بگین که ببین این همون این همون بود این همون بود که گفتی حس شش جون. دقیقا واسه همون گفتم الان. بچه ها بگیم مثلا، یا از شما ماها رو که میپرسن میتونیم از هر ماهی بگیم. نه من واسین ادامه داشت حرف ما نزاشت. نه من خانوما هر جا هستن من سکوت. 100% نگاه کنین. اول که حالا من اصولا من میدونم وسواس زود میگیرم دیگه، هیچ وقت همچی کاری نمیکنم که آدم ها رو بر اساس اون چه که توی ماهای تولدشونه بیام شروع کنم مثلا آنالیز کردن و غیره، چون وسواس فکری میگیرم و موقع خیلی کمتر میتونم ارتباط با یکی برقرار کنم و این خیلی خوب سخته. حالا من ارتباط احساسی رو نمیگم دیگه، کل ارتباط رو دارم میگم، دوستی، رابطه کاری، غیره غیره. بعد خب مثلا من میام با طرف تو ارتباطم، باهاش دوستم، خوبم هستیم، حالا یه جاهایی هم بحث داریم نداریم، چه دوستی چه رابطه ازدواج غیره. بعدش مثلا میام ازش میپرسم به قول شما یه ساعت گذشت، بعد میام میپرسم همون به فلان، نمیام میگم تو چه ماهی هستی، بعد مثلا میگه مثلا فلان ماه هم، همون موقع نمیدونم برم گوگل کنم، که میرم فرداش گوگل میکنم، تم اخلاقیش میاد دستم. بعد که تم اخلاقیش اومد دستم، چیزی که شما گفتین میاد ببینه میتونه خودش رو با اون ست کنه یا نه، اونجا درسته. یعنی به نظر من اینا خیلی یخ میزنن در بالکن رو ببندن. میدونین مسئله اینجا چی هستش؟ این یک واقعیتی که هست، چرا خودش رو بره با کسی ست بکنه که این همه نماد قرمز نشون داده؟ چرا نماد قرمز؟ شاید واقعا مثلا من نمیتونم دیگه مثال میزنم. و نمیدونم که طرف چه ماهی الانه توی فرد نوعی رو میگم، فرد مثلا فرد نوعی رو میگم، میدونی منظورم اینه که مثلا طرف میگه که خب من با این ماه این مشکلات رو داره، اینا رو میبینه، ولی بعدم میگه خودم رو با اینا ست بکنم. چرا؟ نه من دارم در مورد آدمایی حرف میزنم که توی سریه توی وایوای اولی که گرفتن از همدیگه یا توی ارتباط، همه اینهایی که الان اینجا هستن، خب هر کدومشون با یک نفری تو ارتباطن، الان ارتباطشون با هم مچ خوبه، مثلا یکیشون آب بوده یکیشون آتش بوده، آب و آتش مثلا باید با هم خوب نباشن اصولا، چون دوتا کامل متفاوته. حالا این بره مثلا در بیاره ببینه او آتشه، از فردا بگه دیگه نه من دیگه نمیتونم با آتش باشم، چون که الان فهمیدم آتش خوب نیست. این خب به نظر من یه کمی، یعنی دارم میگم بهتون، وقتی که میدونید اینو که طرف آتش هستش، قبل از رابطه 100% به نظر من باید پرسیده بشه. ببین کاری ندارم، ببین میدونید چرا باید پرسیده بشه؟ چون
مخصوصا طرفای بدش رو ببینی، طرفای خوبش رو شاید سخت کشف کنی چون باید بالغ باشه. چه نقطه جالبی ها فرین رضا. آره این خیلی مهمه، باید بالغ باشه که نقطه های مثبت، ولی طرفای ولی طرفای خوبش رو، طرفای خوبش رو، ببخش، طرفای بدش رو حتما باید بدونی. چرا؟ چون آدم ها معمولا طرفای بدشون رو زود نشون میدن چون بلوغ ندارن. مثلا عصبانی میتونه بشه، میتونه زود از تمپرش، مثلا آتیش یعنی این که تمپرش زود میره بالا دیگه، آمپره میزنه بالا. پس اینو باید بدونی و زمانی که اینو دونستی، چون احتمالا مچور نیست، آدم ها احتمال مچور نبودنشون خیلی بیشتر از مچور بودنشونه. اون مچوری که ما میگیم بالغ تمام همه چی خیلی سخته. یه نفر اون پس زمانی که منبر سخت، آره، کار میخواد، پرکتیس میخواد، خیلی انرژی میخواد. آره زمانی که این آدم وقتی میری توی رابطه میگه من آبانیم، باید یه بدونی که این عصبانی بشه مامانش باید بیاد، یعنی تا اون حده. یعنی به خاطر همین پرسیدن این مهمه. یا مثلا با خوردادی توی رابطه ای احتمالا وارد خونه بشه، بگه که جمع کن داریم میریم، کجا داریم مهاجرت میکنیم، کجا داریم ما میریم دیگه، فعلا داریم میریم، یعنی نماد باد خورداد به این شکل هستش. آره آره آره، یا خاک یا هر چیزی، و اینو میتونی اون موقع بفهمی. آرمان، آره، مرداد و شهریور رو ببینید بچه ها، در کل یه خصوصیت رفتاری خاصی دارن هر کدوم از ماها. مثلا این ماه شهریور که ماه مثلا خاک هستش، نماد خاکه، اولای لایو هم گفتیم یه جورایی خیلی عملگرا هستن، خیلی تحلیل میکنن، خیلی به جزئیات توجه میکنن ماهای شهریور. و ماه مرداد در واقع آتیش هستش، لیوه. ماه آتیش خیلی خیلی توجه براش مهمه که پارتنرش بهش توجه بکنه و تاییدش بکنه. و در واقع یه جورایی شهریور چون که خیلی آنالیز میکنه و تحلیل میکنه، این مقداری میتونه ماه مرداد که آتیش هستش رو اذیت بکنه. این مثلا قسمت، حالا مثلا اگر بخوایم بگیم که آشنایی داشته باشم با این قسمت. ولی خب اگر دو طرف این رو بدونن و این رو کنترل بکنن و نذارن این اذیتشون بکنه، اون دوتا آدم با هم دیگه میتونن خوشحال باشن. اوکی. در جواب، آره، در جواب مثلا بیشتر سوال شما، کسایی که با هم هستن باید مثلا چی کار بکنن، یا الان که تو رابطن، چون ما داشتیم راجع به قرار گذاشتن و اول رابطه حرف میزدیم، ولی مثلا سوال شما این بود که کسایی که با همن باید الان ول کنن برن؟ نه، باید شناخت داشته باشن. آقا دوباره میپرسن که در مورد باد خرداد و باد بهمنم بگید. باد خرداد و باد بهمن دو تا بادی هستن که خیلی 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 به شدت روشن فکر، و بادهایی هستن که این یکی از خصوصیات ذاتی بادهاست که روشن فکر هستن. کلمش تو انگلیسی مثلا intellectual بهش میگن، یعنی کسایی که در واقع خیلی زیرکانه هستن و آینده نگرن، بعد بزرگ رو میبینن، یعنی تصویر کلی از همه چیز رو میبینن. این دوتا باد میتونن با هم رابطه خیلی عاطفی و عرفانی خوبی داشته باشن، اگر که روابط جنسیشون هم خوب باشه، که خب از همه نظر با هم کاملا مطابقن. تیر آب. ولی خود خرداد با خرداد هم خیلی خیلی خوب هستش، چون هر دوتاشون، ولی سخت هست دیگه، چون آره. خیلی شبیهن از همه نظر. آره آره آره. نه خرداد با خرداد رو من خودم تجربه داشتم، نه زیاد نه، چون که خیلی چیزاش سخته. ولی اونم اگر در اوج، اگر مثلا مسائل خیلی خیلی فلسفی براتون مهم باشه، در اوج به هم برسید، یک جاهایی میتونید خوشحال باشید با هم، و اون خوشحالی میتونه خیلی خاص باشه چون هر دوتا باد هستن. ولی میگم گاهی رفتارهای خیلی مشابه آدما رو شاید خسته بکنه، چون یک امیلی احتمالاً وسط یک چیز هستی، کارتت این بود که به قولی کارت سکه هستش و خودش هم درست در اومد، یعنی برعکس در نیومد. احتمالا تو یک کاری هستی یا یک جایی هستی، در یک پریودی از زمانی هستی که در کاری که داری انجام میدی، در عقدی که داری میبندی، به تو
سود مالی قابل توجهی خواهد رسید، ولی توصیه میشه که اون سود رو نگهداری برای آینده، همون لحظه خرجش نکنید. یعنی کارت یکی از مشخصه‌هاش سیو کردن اون پول هستش. تیرو شهریور رو بگید. البته چون که آتنا جان پایین ترم پرسیده اونو بم بگم. آره من نمیدونم اگه مثال حالا بعدم برای حسین رو هم جواب میدیم، یعنی دونه دونه میخوام بگیم که مثلا تا جایی که میدونم. اوکی بفهم، ببخشید من. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. خواستم که اون یکی هم دو تا کامنت پایین تر بود. ببین آتنا جان، مثلا مرداد با بهمن، مرداد آتیش هستش. من چرا اینو تسلطم روش بیشتره به صورت تجربه های شخصی؟ به خاطر اینه که تجربه های فردی خیلی زیادی داشتم. منی که مثلا خودم بهمن بودم، با مردادها خیلی تجربیات فردی داشتم و ماه آتیش هستش مرداد، بهمن ماه باد هستش، به شدت با هم میتونن خوشحال باشن. چون ماه مرداد کاملا که به عنوان یک آتیش جستجوگره، علاقه به ماجراجویی داره، دوست داره لذت ببره از خیلی چیزها تو زندگی، و ماه بهمن خیلی پایه است باهاش، یعنی مثلا اون لذت رو بهش میده، همیشه خلاقیت‌های خاصی داره که اون ماه آتیش رو که مرداد هست خوشحال میکنه، برای همین خیلی با هم خوبن. شهریور، یه بار دیگه اینو میگی، تیر به شهریور علاقش بیشتر میتونه باشه؟ برعکس، شهریور علاقش به تیر بیشتر خواهد بود از تیر به شهریور. چون خاک هستش که به آب نیاز داره. بعد یه سوالی، آیا ماهی هست، یعنی تو این چهار عنصر هست عنصری باشه که مثلا نسبت به بقیه یعنی یه جوری احاطه داشته باشه، یعنی روی بقیه؟ نه، چون که این عنصرها عناصر طبیعت هستن و خیلی جالبه که منظورم اینه که مثلا بتونه خونسا کننده همه باشه یا یه شکلی. آخه منظورمون از اگه که مثلا دارم، نمیخوام از کلمه مغلوب و پیروزی استفاده کنم، ولی یه چیزی همچین شکلی داشته باشه که اگه در هر جای کنار اونا قرار میگیره اون باز برتری نشون میده. آره بله، نمادهای باد. یه بار دیگه سوالت چی بود؟ خیلی سریع بپرسید. باد اومد وسط از من، دلم یه جوری میشه. نگو. آره گفتم نمادی توی چهار نماد بود کاری که مثلا باعث شه که بتونه از لحاظ قدرتی یا حالا هر چیزی به بقیه انرژیشو میگیم، درسته؟ آره انرژیشو میگیم طلبه کنه به بقیه. انرژیه. آره اگه آخه ببینید دو سه حالت داره. غالبه اگه به قول شما آره گفتید که اون کلمه رو نمیگید که غالب بشه یا بشکنه یا خرابش بکنه یا هر چیز. نه از منظورمون نیست. منظورمون از غالب این هستش که بهتری داره، یعنی از نظر انرژی خیلی انرژی بهتری داره. نه منظورمون اینه. آیا آره جذب کردن، یعنی یه جوری میتونه یا جذب کنه یا میتونه کنار بیاد با بقیه راحت‌تر، میدونید؟ یعنی مثلا میگیم که مثلا رفتی به نماد اون ماه‌ها باز دوباره میان وسط، یعنی هر کدوم از ماه‌هایی که بادن با اونی که باد فرق دارن. آخه چون خصوص دو تا جنبه‌های مختلف داره، یه جنبهش مثلا اون خصوصیات ماه‌هاست، یه جنبهش خصوصیات اون عنصر اون ماهه که تأثیر میذاره روی اون و با هم ترکیب میشه و به نتیجه میرسه. ولی بادها خیلی نمادهای رهاتری هستن، ولی مثلا نماد خاک که زمینه انقدر به باد جذب نمیشه. آره به چیش جذب بشه؟ جذب نمیشه چون که نمیشه. خاک نیازی به اون باد نداره، چون خاک یا آبه یا آتیشه. احتمالا با آتیش هم خوب باشه چون گرم میکنه دیگه دوباره. امکان داره، امکان داره. آره. ولی بیشتر با خودش، با خودش خاکه. آره بعد اون با آبه، یعنی اولویت خاک، بعد آب، حالا بعد آتیش، بادم که اصلا به باد جذب نمیشه خاک. حالا مثلا اگه همین ماجرا رو واسه بقیه بگیم، کدوم به کدوم جذب نمیشه؟ کی به کی جذب نمیشه؟ کی به کی جذب نمیشه؟ اونم باز میاد مثلا الان من اون ماها رو الان گفتیم خاک به باد اصلا جذب نمیشه.
جز نمیشه، ولی مثلا یک مسئله ای هست، یک مسئله ای هست اینجا هم باز ماهش میاد وسط تا مقداری، چون مثلا خاک که فرض کنیم مثلا شهریور، این یکی از مثال های ذهنی خودمه که میگم، خاک ماد نماد واقعی شهریور، خیلی هم آدم بالغی هست، نماد باد رو دوست داره. چرا؟ چون میگه که باد خیلی رهاست و من انقدر بالغ شدم که میخوام رها باشم، از این خاک بودن به در بیام. درسته؟ واسه همین در اوج بلوغ فکری خاک میتونه از باد خیلی خوشش بیاد. دقیقاً. ولی اگر به اون بلوغ نرسیده باشه هنوز، بیشتر از خوشش میاد یا مثلا با آب حال میکنه که آب مثلا بهش نیاز داره. ولی اگر بی نیاز شده باشه، به اوج بلوغ بی‌نیازی رسیده باشه، خودش خیلی خوشحال باشه تو زندگی، عاشق باشه، تو اون مرحله باد رو دوست داره. بیا جلوتر کلت رو خوب ببینیم، کلا بلور میشی الان. خوب شد؟ آره آره، چون از اول لایو نمیگم، اینو نمیدونم. فاطمه برات چیز اومد؟ فتانه برات خورشید برعکس اومد. متاسفانه ظاهرن یا الان خوب نمیره یا خوب نخواهد رفت، یه چیزایی توی زندگیت یا دوره بدی رو داری میگذرونی و خورشیدت پشت ابر هستش، ولی نگرانی وجود نداره، انشالله که رفت بشه. ولی چیز دیده نمیشه، یعنی سیاهی دیده میشه بیشتر در کارت های برعکسی، که برعکسن، کارت خوبی نیست نهایتا. امیلی هم اینجا نوشته که در واقع من برادرم خاکه و خودم آب و باقم دوستیم، خوبیم، انقدر راحت که داستانه شخصیمو بهش میگم و همراهیم، ولی با برادر آتیشم سر سازگاری ندارم. خب ببین عزیزم، مثلا تو چون که خودت آب هستی، آب در واقع با نماد خاک میخونه و همدیگر رو بهتر میفهمن، میدونی؟ چون به هم نزدیکن، به خاطر هم میگیم خاک با خاک بهتری میشه. و با چون تو با برادرت، بحث برادر و خواهری که میاد وسط، یک بحث جداست از مسئله که با کسی که میخوای ازدواج کنی یا قرار بذاری. چون تو برادرتو از بچگی میشناسی، میدونی کیه، عمقش رو شناختی، برادرته، میدونی که آبه که باهاته. ولی مسئله که هست با آتیش، چون همیشه باهات بوده، همیشه تو زندگی باهات بوده، دیدیش، میدونی که مثلا سازگاری نداری باهاش، چون که اون آتیشه، تو آبی، تو در واقع اون رو خاموش میکنی و اون هم به تو نیازی نداره، یعنی تو با تو خاموش میشه، اون فرق میکنه با نمادش با نماد تو. ولی این به دلیل دوست نداشتن یا دوست داشتن نیست، به دلیل اینه که مثلا تو با خاک یا آب بیشتر راحت‌تر میتونی حرف دلتو بگی تا با یک آتیش. این مثلا میگم علامت های عنصر های طبیعت تأثیر خیلی زیادی تو این قسمت رابطه، یعنی رابطه گفتاری و رابطه عشقی دوتا پارتنر میذاره با همن. و کسی که خانواده شه که خب مثلا خیلی دیگه مشخصه، چون یک عمر با هم زندگی کردن و همون میشه، چون رابطه جنسی اونجا وسط نیست، اون رابطه فقط عاطفی و احساسیه. سوال بعدی بگید دیگه، خودتون ماشاءالله اداره دارید میکنید. دی ماه خانوم با فروردین چطور میشه؟ دی ماه خانوم، دی ماه خانوم با فروردین، اینو میتونیم نگاه بکنیم اونجا؟ نه سعیده چی داری میگی؟ سعیده چی گفتی؟ سعیده چه شد؟ من چیزی نگفتم. اوکی. باز دوباره به من بگید دی ماه رو با کدوم ماه داشتیم میپرسیدیم؟ دی ماه خاین هست دیگه، دی ماه و فروردین. در واقع دی ماه نماد خاک هستش، فروردین نماد آتیش هست. خاک و آتیش. احتمالاً خاک بیشتر سود خواهد کرد، یعنی خانومه بیشتر احتمالاً راغب هستش، ولی آقای اونقدر چیز نیست. یعنی آقای اگه آتیش پیدا بکنه یا باد پیدا بکنه، با اونا میره، اونا رو به خاک ترجیح خواهد داد. آره. حالا این همه قسمت منفیشو گفتیم مثلا، ولی من مخصوصا از این بود دارم نگاه میکنم که خانومه اگر خاک هستش، معمولا از این خانوما من دیدم
خیلی خودشونو به عشق میزنن، یعنی تو دل آتیشه میزنن، چون گرما میگیرن ازش یه جورایی. چون تو میدونم ما قبلش برگشتی گفتی در مورد این که خاکه بهتر هستش که یا با خاک باشه یا با آب باشه و یا با در بهترین بهترین حالت که دیگه خیلی بالغه با باد، با باد باید باشه. آره اون بلوغ خیلی مهمه توی رابطه که میدونید چی میخواین شما، چه با کدوم چیز، مثلا چه بعدی از رابطه برای شما اونقدر مهمه، موندگاری آیا فقط به خاطر رابطه جنسیه یا چیه. واقعا اینو باید از خودتون بیشتر بپرسید، یعنی هر فردی خودش میدونه. این خیلی مهمه این مسئله که خودتون رو باید بشناسید. ولی حامد چیه؟ سعیده جانم؟ سعید خانم چی گفت؟ نه حامده میکنه. آره. حامد تیر ماهه. خب تیر ماهش آتیش هسته؟ نه دیگه تیر آبه. تیر آبه، تیر آب هست. آبه؟ آب با خاک بیشتر سر سازگاری داره. نه با منه نه با سعیده. آره بیشتر با سعیده. با تو خیلی با من سر سازگاری هم اصلا سر پروژه ها بگونه دعوا میکنن اصلا هم نظر کنار هم حرکت میکنن از همه لحاظ. ولی یه چیزی بگم عشقی محمد، ممنونم به خاطر دونیشنت بولی که تو رسادی. ولی یه چیزی که به قولی دوست دارم در مورد تو، واقعا دوست دارین هم دیگه رو؟ خیلی زیبا. همون اتفاق است که من گفتم من فکر میکردم دوتا الان من اصلا نمیدونستم این موضوع رو، الان که داریم صحبت میکنیم مثلا در موردش فهمیدم حامدو. ولی مثلا خب الان دوتامون آبیم و دوتامون حتما توی خصوصیات اخلاقیمون این اخلاق هست که واکنش گرا باشن. یه چیزی بگم ها، یه چیزی بگم ببین حامد آبه. آره حامد آبه. آب و باد چطورن آرمان؟ باد. آب و باد. آره آب و باد رو من میخوام. ببینید مثلا آره نمادهای مثلا آب همون کنسر، سکورپیو و پیسیس هستن. اون سه تا ما هم که گفتیم که خیلی اینتویشن دارن و اینا، در واقع خیلی به قول شما اون حس میدونید، حس امپاتی، یه حسی که در واقع خیلی همدرد هستن این ماها، ماهای آب و با ماهای هوا که در واقع میگم زرنگ هستن، خیلی خوب میتونن ارتباط برقرار بکنن، توی بعدهایی میتونن با هم خوب باشن، با هم دیگه بسازن. چرا؟ مثلا توی قسمتی که نمادهای هوا خیلی خیلی دوست دارن رابطه گرفتن و صحبت کردن رو، چون رها هستن، با همه میخوان حرف بزنن، میخوان، و این به معنی بد یا خوب بودن نیست، به معنی که شخصیتشون اونجوریه، با همه میخوان دوست بشن، با همه میخوان صحبت کنن. این نمادهای آب به خاطر این قدرت کلام و دوستی و ارتباطی که میتونن بگیرن، میتونن همنشینای خوبی با نمادهای آب باشن، ولی خیلی متفاوتن با هم دیگه آب و هوا. من دوست دارم ارتباط بگیرم ولی متفاوتن از نظر شخصیتی. من و حالا جالبه من باید دوباره توضیح بدی ولی خیلی سریع. ساحل این اومده چیز اومده به قولی درست اومده، برعکس نیومده و کارت خیلی خوبی هستش. یعنی اینکه من این کارت رو وقتی که دریافت کردم برای خودم، اتفاقات عجیب غریبی افتاد توی زندگی خودم. اینو رک بگم، این کارت میگه که توی زندگیت یک لزومن دقیقا کارت چی میگه رو میخوام بگم، میگه که در زندگیت یه خانومی یا وارد شده یا وارد خواهد شد که بسیار باید مواظب اون باشی، حرفایی که میزنه بسیار مهم هستن، آدم بسیار قوی هستش و میتونه تو رو به جاهای بسیار بالاتری برسونه. همه چیزی که میگه درست هستش و میشه گفت شدیداً تو رو میتونه محافظت بکنه از خیلی چیزا، میشه بهش اعتماد بکنی، آدم سخت کوشی هستش، خودش تجارب زیادی داره و در این زمینه بهتر هستش که اینو جدی بگیری. از من اینو بشنوی. اون روز این کارد اومد برام. این کارد به معنی این هستش که در پریودی از زمان هستی که یا
در زندگیت یک خانومی وجود داره یا خواهد اومد که آدم بسیار 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 مهربون، روح بسیار بالایی داره و خیلی در داشتن خوشبختی و احساس خوشبختی دادن به تو میتونه مفید واقع بشه. و کلن کارت خوشحالی هستش، یعنی اسم کارت به اسم کارت خوشحالی میره جلو و عرض کنم خدمت شما که همین دیگه، کارت خوبیه. قدر این خانم رو باید دونست و دلش هم نشکست. خودش هم گفته که میتونه که دختر به احتمال زیاد از یا ریشه زبانی خودت رو داشته باشه یا از همزبانهای خودت باشه. بله. این برای آرمین هستش. آرمین میگه که آرمین کارت برعکس چیز اومد، به قولی چی میگم بهش، کوین آف ده سوارتز، یعنی کوین چی میشه آرمان؟ ملکه؟ ملکه شمشیرها. ولی برعکسه، وقتی که ملکه شمشیرها میاد برعکسه، یعنی در حال انجام دادن کارهای اشتباه و گرفتن تصمیمهای نادرست هستی و شدیداً تحت تاثیر رفتارها و رفتارهای احساسی و عواطف منفی هستی، درست فکر نمی کنیم و در تصمیم گیریت یک چیزهای باگ هستند که دارن اونو تحت تاثیر قرار میدن و باید مواظب باشی. آفتکام بعدی میتونه برایت داشته باشه. در یه بخشی هم متاسفانه اتفاقی که میفته وقتی این کارت میاد نشون میده که با خودت، با اینکه میدونی حقیقت چیه، یعنی میتونی طور دیگه فکر بکنی، تصمیم درست داری بگیری، با خودت رو راست نیستی، یعنی میزنی حقیقت رو عقب و این سبب میشه که بر اساس احساس تصمیم بگیری. کارتی که برای فروتن اومد مثبت هستش، کارت بالا به پایین هستش، یعنی درست هستش و معنی کارت هم این هستش که داری به یک هدفی که گذاشته بودی نزدیک میشی و همه چیز داره درست پیش میره. از لحاظ مالی یک خبر خوبی خواهی داشت، اونقدر زیاد نیست ولی برای شروع میتونه خوب باشه. با پشتکار به اینجا رسیدی، بسیار بسیار سعی کردی و به همین شکل باید ادامه بدی و حالا یا در نهایت رسیدن هستی یا رسیدی، حالا این زمانش رو کار ندارم و نتیجه رفتار تو و نتیجه راستگو بودن و وفادار بودن تو به یک سیستمی، به یک جایی، به یک شخصی، به خودت، به یک کار مثلا شرکتی هستش، یعنی به یک جایی که رسیدی در نتیجه اون صداقتت هستش و کارت خوبی هستش. امیدوارم که خوب بوده باشه براتون لایو و ممنون که بودید. تا یه لایو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از آرمانم تشکر میکنم، از سعید هم تشکر. خیلی ممنون که ما رو دعوت کردی، خیلی لطف کردی، خیلی خوشحال شدم سعید خانم، خیلی لایو خوبی بود به نظر من و امیدوارم بچه‌ها هم جواب سوالاشون رو گرفته باشن تا حدود زیادی. سوالاشون گرفتن. آره حتما هم خوب بود، خیلی لذت بردیم از حرف صحبتی با شما و آره عزیز هستین، دوستتون دارم بچه ها. هر کجایی که هستین حالتون خوب باشه و بغلتون هر کی که نشسته دستشو بگیریم، باهاش با همون المنت هایی که صحبت کردیم به اصلش برگردین و با بلوغ توی رابطه باشه. اگرم توی رابطه نمیخوایم باشین، آدم ها رو اذیت نکنین، همه چی به قول حامد برات سرت برمیگرده، همه چی بدترش هم برمیگرده. پس دلتون خوش باشه، حتی اگه تنها هستید، اگرم با کسی هستید اذیتش نکنید. فعلا تا یه لایو دیگه، هفته بعد احتمالا باز با هم خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.